بسم الله الرحمن الرحیم. صوفی غلام نبی عشقری. صوفی غلام نبی عشقری در سال 1271 خورشیدی در منطقه بارانه شهر کهنه کابل چشم به جهان گشود. پدرش عبدالرحیم خان بازرگان از بازماندگان دادشیر بازرگان زمان امیر شیرعلی خان بود. شیر محمد خان بازرگان مشهور و دادشیر پدرکلان صوفی عشقری از دهبید سمرقند به کابل آمده و در بارانه اقامت گزید، چنان که خود گفته است: شهرتم باشد اگرچه عشقری کابلی، از بخارای شریف آبا و اجداد من است. عبدالرحیم خان دو همسر داشت. از دو همسر دو دختر و دو پسر مانده است. پسر بزرگش غلام جیلانی و پسر کوچکش غلام نبی مشهور به عشقری است. عشقری در 5 سالگی پدرش را و در 8 سالگی برادرش غلام جیلانی را از دست داد و در سال 1280 خورشیدی در سن 9 سالگی از مهر پر عطوفت مادر نیز محروم شد و تا آخر عمر تنها و بی‌کس ماند و مال و متاع باغ و خانه و سرای بارانه را فدای عشق سوزان معنوی خود کرد، چنان که خود در این مورد گفته است: شنو اول تو از نام و نشانم، که واقف گردی از شرح و بیانم. غلام نبی بود در اصل نامم، که در بارانه کابل مقامم. تجارت پیشه ما بود چندی، به هر جا بود از ما باربندی. تمام هستی ما رفت برباد، نصیبم بی نوایی بود او داد. عشقری در مسجد خواندن و نوشتن را آغاز کرد. قرآن کریم، بوستان و گلستان سعدی را آموخت و در سن 18 سالگی به شاعری روی آورد. در سال 1293 خورشیدی نخستین شعرش را با تخلص عشقری سرود و بسیاری از اشعار دیگرش در روزنامه های آن زمان به چاپ رسید. در سال 1335 خورشیدی شغل صحافی را برگزید، با کتاب سر و کار پیدا کرد و بعداً بزم‌های شاعرانه برپا می نمود که هر روز دوستداران تازه‌ای بر جمع علاقمندانش افزوده می شد. آنگاه که عشقری در جمع عیاران پیوست و با آزاد منشان درامیخت، عاشق و دلباخته تصوف گردید و همه نقد زندگی را بر سر این نسیه نهاد و به هر چه مادیات بود پشت پا زد. مدتی را در سرگردانی نیز گذراند و شبها را در نور کمرنگ و بیرمق چراغ‌های تیلی صبح کرد و برای آموختن خط، نوشتن و خواندن 5 سال تمام جهد نمود. عشقری در مورد تخلص در مصاحبه با روزنامه انیس در سال 1353 خورشیدی چنین گفته است: عشقر نام اسب امیر حمزه صاحب قران بود. من در سن 11 سالگی هنگامی که در یکی از مسجدهای شهر کهنه کابل نزد ملا امام درس می خواندم، پسر تنومند و قوی هیکلی بودم. وقتی ملا امام به منظور کاری از مسجد بیرون می شد، برای همشاگردی هایم می گفت: بچه ها، با غلام نبی دست و پنجه نیازمایید، زیرا او عشقر دیو است،
مبادا گزندی به شما برساند. سپس این کلمه یعنی اشقر عام شد و به اشقری و عشقری تبدیل گردید. وگرنه من نه تخلصی داشتم و نه هم به فکر تخلص بودم. این که چرا عشقری به عشقری تبدیل شد، دلیلش این است که معنای عشقری آرایشگر عشق است و با وجودی که تا هنوز عاشق کدام زیبا صورتی نشده ام، لیکن با اشعار خود عشق و عاشق پیشگان را آرایش می دهم. سرانجام این صوفی شوریده حال در نهم سرطان سال 1358 خورشیدی با عمر 87 سالگی پدرود حیات گفت و در شهدای صالحین کابل به خاک سپرده شد. نگاه فشرده به اشعار صوفی غلام نبی عشقری. عشقری در سفرهایش به بخارای شریف در حلقه تصوفی در زیارت حضرت شاه نقشبند و در حلقه بیدلخانی و مثنوی خانی شرکت می کرد و از آن فیض می برد. او که در نزد ملای مسجد سبق خوانده بود، بعد از 5 ماه اقامت در بخارا به کابل برگشت و به مطالعه دیوان حضرت ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل پرداخت و به این شخصیت عالی مقام ارادت خاصی پیدا کرد. ز فیض خواندن آثار عبدالقادر بیدل با خود پیدا نمودم این قدر گنج معانی را. عشقری تحت تأثیر شیوه بیان مولوی و با الهام از بیدل شعر سروده و موضوعات مختلف را از درون اجتماع برگرفته و همچون گلی با سبک خاص خودش آن را در قالب شعر بازتاب داده است. او در امر سرایش شعر روش خاص خودش را دارد، هرچند در پایان بیشتر غزلهایش تخلص خود را می آورد، اما با آن هم آنقدر پابند اصول کلاسیک غزل نیست. مولانا خسته می گوید عشقری شاعری است فطری و شعر از خصوصیات فطری اوست و صوفی شیوه خاص دارد. در این غزل دلنشین ویژگی سبک منحصر به فرد او را با وضوح می توان دید. همسری سرو قدت نی در نیستان نشکند، ساغر عمرت ز گردش های دوران نشکند. نسبتی هر گل که با رخسار زیبایت رسد، تا قیامت رنگ آن گل در گلستان نشکند. از جفا و جورشان خیلی کمایی دیده ام، تا ابد بازار نازی نازنینان نشکند. گرمی بازار شیرین لبان از حد گذشت، رفته رفته قیمت لعل بدخشان نشکند. کام دل حاصل نمودن از فلک آسان مگیر، کی دهد حلوا به کس تا یک دو دندان نشکند. در میان لای و گل خیر است اگر نانم فتاد، بوتلی تیلم در این شام غریبان نشکند. زین سری رهش قری کی می رود جای دگر، تا سری خود زیر پایی خوب رویان نشکند. استاد انور بسمل و سرور دهقان اشعار صوفی عشقری را سرود عشق خوانده اند، چنان که خود او و سایر بزرگان ادب نیز گفته اند
شعر سرودن نزد عشقری یک امر خداداد است. وقتی او در حیطه شعر داخل می شود، زبان او با زبان متداول و مروج و اصطلاحات روزمره به هم می آمیزد و آن را بعضی با ترین شکل بیان می کند. عشقری از روی علم و فن نمی سازد غزل، این قدر مضمون نو طبع خدا داد آورد. یا مثلا در شعر دیگری از او، سادگی بیان، زیبایی ادبی و صمیمیت کلام را به خوبی مشاهده می توانیم. دیروز به خانه که مهمان بودیم، مهمان عزیزان قدردان بودیم، هر یک ز جوان و پیر تا خرد و کلان لطف بنمودند که حیران بودیم. ملک الشعرا قاری عبدالله و استاد عبدالحق بیتاب اصلاح کردن اشعار صوفی عشقری را منع قرار داده و گفته بودند صوفی را با شیوه خاصش به حال خود بگذارید، زیرا اندک دخالتی در غزل او لطمه بزرگ زیبایی و متانت آن وارد می نماید. صوفی عشقری شعر را برای ابراز مکنونات قلبی و آنچه که در ضمیر و اندیشه‌اش می گذشت می خواست و در کل می توان گفت که بازتاب امور عقیدتی و انتقادی از یک سو و بازتاب امور عشقی و اجتماعی در سوی دیگر درون مایه اساسی شعر عشقری را می سازد. او در شعرش هیچگاهی چهره خشک از خود نشان نداده است. به همین لحاظ گروه کثیری از مردم مشتاق شعر او هستند و هنرمندان برجسته کشور ما اشعار عشقری را تصنیف و در قالب آهنگ درآورده‌اند. عشقری از آن عاشقان شوریده ای است که هر کلامش به خواننده روح تازه می بخشد و خواننده شعرش عمق احساس و ناآرامی درونی او را حس می کند و در می یابد که عشقری این شوریده دل حتی در وطن خود تا چه حد غریب بوده است، چون این احساس را در این غزل او می توان مشاهده کرد. می پرستم جان سر پیمانه سودا می کنم، هرچه دارم بر در میخانه سودا می کنم، این منادی می زنم در کوچه های زلف یار، من دل صد پاره دارم شانه سودا می کنم، تا شود معلوم کابادی وی بر دست کیست، این دل ویرانه را ویرانه سودا می کنم. در دکانم نیست چیزی، یک قلم باب اوناس، هرچه سودا می کنم مردانه سودا می کنم. چند روزی شد که زنار برهمن بسته است، عشقری را بر در بتخانه سودا می کنم. از اینجاست عشقری با چنین زبان و کلامش بر روح و روان خواننده اش نفوذ دارد. از حلقه های مناجاتیان تا کوچه های خراباتیان و از مدرسه‌ایان تا دانشگاهیان همه او را می شناسند و آفریده های نغزش را دوست می دارند. او خالق سروده های زیبایی است که بعضی از آنها به بالاترین سطح شعری و به سطح بزرگترین شعرهای زبان و ادبیات فارسی پهلو می زند. در اخیر غزلی از عشقری را نقل می کنیم که در آن متانت، استواری، عیاری و
روح آزاد منشوره شاعر را توأم با زبان ساده و سچه فارسی کابلی میتوان دید. هستم گدای شهر و گدایی نمی کنم، از آبرو گذشته کمایی نمی کنم. گویم سخن ز دور خود و روزگار خود، من همسری با نصر فراهی نمی کنم. تا زنده ام سرم بدر روزه اش بود، من ترک احترام سنایی نمی کنم. گفتم به اهل دل که دلم را صفا بکن، گفتا که زنگ خورده قلایی نمی کنم. چون از نگاه عارضم آن پر عرق شود، در نزد یار دیده درایی نمی کنم. عمرم تمام صرف ره اقتصاد شد، از شرم یاد حاتم طایی نمی کنم. من دیدم ز مردم نادیده نیستم، پوشیده جامه سوز نمایی نمی کنم.